سلام و درود به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. توی این کانال هر روز به بررسی یه بخش خاص از توان نظامی ایران میپردازیم و امروز هم می‌خوایم به سراغ غول آهنی ایرانی بریم که یکی از قدرتمندترین موشک‌های ایرانه و از هر ویژگی که یه موشک میتونه داشته باشه برترینش رو داره. سریع‌ترین و بزرگترین و قدرتمندترین با قابلیت حمل چندین نوع کلاهک جنگی. با ما تا پایان همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم باشیم. موشک خرمشهر 2 قطر بیشتر و طول کمتری نسبت به موشک‌های بالستیک دیگه ایران داره. برد موشک خرمشهر در حدود 2000 کیلومتر هستش و قابلیت حمل کلاهک تا 1800 کیلوگرم رو داره. این موشک جز موشک‌های 100% بومی ایرانی هستش که حاصل تلاش‌های محققان کشورمون هستش. وزن موشک خرمشهر بین 19 تا 26 تن و طول اون 13 متر در ابعاد 1.5 متری هستش. موشک خرمشهر 2 که سالهای گذشته از اون رونمایی شد دارای سر جنگی متفاوت‌تری نسبت به موشک خرمشهر 1 هستش. تفاوت اصلی خرمشهر 2 با 1 در این هستش که کلاهک اون تا انتهای مسیر هدایت میشه و درست به نقطه هدف برخورد میکنه. همچنین موشک خرمشهر 2 در مقایسه با نمونه اولیه دارای سر جنگی به وزن 1800 کیلوگرمه و میتونه به جای یک کلاهک تا چند تا کلاهک جنگی رو با خودش حمل بکنه. بنابراین موشک خرمشهر 2 به کلاهک هدایت پذیر مجهز شد. مهمترین ویژگی موشک خرمشهر 1 و 2 این هستش که این موشک توان مقابله با تهدیدهای فرامنطقه‌ای داره و دقیقاً میتونه اهدافی رو به صورت دقیق در اسرائیل هدف قرار بگیره. کلاهکی که در موشک خرمشهر از اون استفاده میشه از نوع مخروطی ساده با یه نوک غیر تیز با انحنای کم برای کاهش اثرات مخرب حرارت در سرعت‌های پروازی بالا و هایپرسونیکه. سوخت اصلی این موشک مایعه و هدایت اون بدون باله انجام میشه. این موشک از پیشران سوخت مایعه متفاوت در نمونه موشک‌های نسل شهاب 3 برخورداره. تفاوت مشهود توی بخش خروجی موشک خرمشهر با بقیه موشک‌ها شامل تفاوت قطر نازل و همچنین برخورداری پیشران موشک خرمشهر از دو تا نازل کوچک جانبی کنار خودش هستش. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع درباره بکارگیری این موشک گفته که در جریان یکی از تست‌های اخیر موشکی با برد 2000 کیلومتر تونسته با دقت بالا درست وسط مربعی با ابعاد 30 در 30 متر فرود بیاد که احتمالاً موشک خرمشهر 2 بوده. یکی از رسانه‌های خارجی در تحلیل موشک خرمشهر نوشته که این موشک علاوه بر پوشش نقطه‌ای مناطقی در غرب آسیا و شمال آفریقا، کشورهایی مثل یونان، بلغارستان و رومانی که جزو ناتو هستند را هم می‌تونه هدف قرار بده. تهدیدهای روزافزون ترامپ علیه ایران توی سالهای گذشته باعث شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موشک‌های بالستیک و نقطه زن جدیدی رونمایی بکنه. همچنین سپاه توی خلیج فارس هم رزمایش پیامبر اعظم رو برگزار می‌کنه که دستاوردهای موشکی استفاده شده توی این رزمایش‌ها باعث نگرانی زیاد دشمنان ایران شده. این موشک توی رژه نیروهای مسلح برای اولین بار به نمایش گذاشته شد و بدنه اون نشون می‌داد که ایران در واقع دومی موشک خودش رو با استفاده از تکنولوژی هدایت موشک بدون استفاده از باله رو ساخته. موشک خرمشهر برد 2000 کیلومتری داره و این یعنی ایران عملا شمار موشک های 2000 کیلومتری خودش رو به 3 رسونده. موشک بالستیک سجیل 1 و 2، موشک بالستیک قدر F3، موشک بالستیک خرمشهر که همون شهاب B هم گفته میشه که 2000 کیلومتر برد داره، اما چون رسمی نیست در این زمره قرار نمیگیره. به طور کلی موشک خرمشهر 2 ویژگی های مهمی داره. اول اینکه بدون باله هستش و این یعنی سطح مقطع راداری کمتر و امکان فرار از پدافند هوایی بیشتره.
دومی که قابلیت حمل چند تا کلاه هک رو داره. مهمترین فرق موشک خرمشهر با بقیه موشک‌های ایران در این هستش که این موشک اولین محصول موشک کشورمون در حوزه‌های خیلی کارآمد و حساس به حساب میاد. خرمشهر در واقع اولین محصول موشک ایرانه که موشک میتونه در یک موشک چند تا کلاه هک رو حمل کنه. طبق اعلام فرمانده نیروی هوافضا موشک خرمشهر 1800 کیلوگرم وزن داره. این یعنی خرمشهر اگه فرضاً 3 کلاهک رو حمل بکنه هر کلاهک 600 کیلو وزن داره، یعنی هر کلاهک معادل یک کلاهک موشک‌های دیگه 2000 کیلومتری. یعنی هر موشک خرمشهر معادل 3 تا موشک سجیل یا 3 تا موشک قدر F عملیاتی هستش. معنای دقیقش این هستش که با استفاده از تکنولوژی بالاتر توی موشک‌های مثل خرمشهر صرفه‌جویی خیلی خوبی در هزینه‌های شلیک، نگهداری، آماده سازی و غیره صورت می‌گیره. شکل بیرونی سر جنگی موشک خرمشهر خصوصا توی بخش دماغه نشون دهنده سرعت بالای اون توی مرحله ورود به جو هستش. از بقیه ویژگی‌های خرمشهر افزایش قطر و کاهش طول اون هستش که به افزایش چابکی اون اضافه کرده. این موشک قطر بیشتر و طول کمتری نسبت به بقیه موشک‌های ایرانی با برد مشابه داره. لازمه این کار طراحی مجدد، شبیه سازی و آزمایش تمام اجزای سازه و بدنه موشک هستش. طول کلی موشک خرمشهر نسبت به موشک‌های قبلی به طور محسوسی کاهش پیدا کرده، چون موشک‌های قبلی طولی در حدود 15.5 متر و بالاتر دارن. به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه این کاهش طول باعث بهبود قابلیت‌های تاکتیکی برای خرمشهر شده.